سلام، سروش هستم. بازی شوبو رو میخوام بهتون معرفی کنم. یه بازی ابسترکت استراتژی ساخت سال 2019 است و رنگ 25 ابسترکت و 1347 اوورال رو داره. البته امروز 26 شهریور 1403 هست و بازی اجزای خیلی جذابی داره. صفحه های چوبی 4 تا، یه تناب برای جدا کردن صفحه ها و سنگ های رودخونه طبیعی در دو رنگ سیاه و سفید. قوانینش خیلی ساده است و بریم که چیدمان بازی رو بهتون بگم و قوانین بازی رو کامل براتون توضیح بدم. خب، بازی تشکیل شده از 4 تا صفحه 4x4 و دو رنگ مهره که از هر کدومش 16 تا وجود داره. مهره های سفید 16 تا و مهره های سیاه 16 تا. یه تناب که جدا کننده دو تا نیمه زمین بازی هست. یه گربه نارنجی که جزء اجزای بازی نیست، جدا اگر بخواید میتونید عنوان اکسپنشن تهیه کنید. براتون میاد به مورا دست میزنه، راه میره تو صفحه و خب تنابو داره میبره. مثل که بورد اکسپنشن متحرک بازی هست، رو صفحه بازی هم قرار میگیره. به این صورت میتونید نوازشش کنید. البته اگه زیاد نوازش کنید دندونتون هم میگیره، قابلیت این هم داره. هر نوبت بازی هر بازیکنی دو مدل حرکت داره، یه حرکت پسیو یا انفعالی که حالت امضا و الگو داره. بین یک تا دو حرکت در نیمه خودش هر بازیکنی میتونه حرکت داشته باشه. سفید در نیمه خودش که میشه این سمت زمین بازی و سیاه در نیمه خودش که میشه این سمت زمین بازی اکسپنشنمون از که رفت. خب گفتیم خندیدیم دیگه کافیه، اکسپنشنمون هم رفت. خب چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم. 4 تا صفحه 4x4 در دو رنگ روشن و تیره. هر بازیکنی 16 تا مهره داره. مهره های سفید 16 تا، سنگ در واقع سنگ سفید و 16 تا سنگ سیاه که اینها قبلا هم گفتم سنگ های طبیعی رودخونه ای هستن. و چیدمان بازی هم به همین صورت، جایی که 8 تا مهره سیاه ابتدای صفحه قرار گرفته میشه نیمه زمین سیاه و 8 تا دیگه‌اش در نیمه زمین حریف بعد از تناب قرار میگیره. مهره های سفید 8 تا در ابتدای صفحه خودشون دارن و 8 تا دیگه اون ور تناب در نیمه زمین سیاه قرار داره. یعنی این سمت میشه زمین سفید، این سمت میشه زمین بازیکن سیاه. هر بازیکنی توی نوبتش دو تا حرکت داره، یه حرکت پسیو یا انفعالی یا غیر فعال، مانند الگو یا امضا هست در واقع، و به این صورته که هر بازیکنی فقط در نیمه خودش میتونه این حرکت پسیوش رو انجام بده. به این صورت هست که بین یک تا دو حرکت به انتخاب خودش در راستای مستقیم یا اوریب میتونه یکی از سنگهاش رو جابجا کنه. مثال بزنم، سفید میتونه این سنگش رو به این خونه اینجا، اینجا یا اینجا منتقل کنه. خب حرکت اول رو با مثال بریم. من مثلا فرض کنید که اینو دو حرکت آوردم جلو، بعد از این حرکت دومش رو باید انجام بده هر بازیکنی و حرکت دوم میشه کپی پیست حرکت اول، منتها در زمینی با رنگ مخالفش. یعنی اگر من توی زمین تیره رنگ پسیو رو اجرا کردم، توی یکی از این دوتا زمین رنگ روشن باید کپی پیست همین حرکت رو با یکی دیگه از سنگ هام تکرار کنم و به این صورت هست که دوتا رفتم جلو، با یکی از این 8 سنگی که دارم باید توی زمین روشن دو حرکت به سمت جلو حرکت کنم. حالا فرض کنیم نوبت سیاهه. سیاه اگر این حرکت رو بزنه به صورت اوریب، دو تا اومد به سمت بالا و راست و باید توی یکی از زمین‌های روشن یکی دیگه از سنگ‌های خودش رو کپی پیست همین حرکت رو براش انجام بده. که فرض کنیم الان میاد توی این زمین این رو انجام میده.
حالا نوبت سفید هست. سفید الان موقعیت این رو داره که یکی از سنگ‌های سیاه رو از زمین بندازه بیرون. هدف از بازی هم همینه. اگر یه بازیکن بتونه هر 4 تا سنگ رو در یکی از این 4 تا صفحه هر 4 تا سنگ حریف رو از یکی از این 4 تا صفحه بیرون بندازه برنده یه بازی هست. که الان میخوام براتون بیرون انداختن رو با مثال بگم. فرض کنید که این حرکت پسیو نوبت سفید هست، یه دونه به سمت جلو میره و کپی پیست این حرکت توی زمین سفید باید انجام بشه که من با این کپی پیست میکنم یه دونه به سمت جلو که یکی از مهره های سیاه از بازی الان بیرون انداخته شد. و حالا فرض کنید نوبت سیاهه، سیاه اگر تو زمین سفید این حرکت رو بزنه تو نیمه خودش باید انجام بده یه حرکت به سمت بالا راست به صورت اوریب که با کپی پیستش میتونه توی یکی از زمین‌های سیاه انجام بده، به این صورت میتونه یکی از مهره‌های سفید رو اخراج کنه. و به محض اینکه یه بازیکن هر 4 تا مهره حریف رو در یکی از این 4 ناحیه از زمین بیرون بندازه، برنده بازی هست. دقت کنید یه نکته بگم. توی حرکت پسیو بازیکن نمیتونه مهره حریف یا مهره خودش رو هول بده. الان نگاه کنید. من نمیتونم به عنوان حرکت مهره سفید بیام با حرکت پسیو مهره‌های سیاه رو هول بدم. حتما باید امضا رو توی یه محوطه خالی انجام بدم و با کپی پیستش میتونم اقدام به هل دادن و یا بیرون انداختن مهره های حریف بکنم. مرسی که ویدیو رو تا انتها نگاه کردین. اگر سوال یا نظری دارین حتما برام کامنت بذارین. امیدوارم تندرست باشین. خدا نگهدار.